روسیه شهروند تاجیکستان به مهلت 14 از 10 5 سالی نظامش مخصوص محکوم شد. اضافه نویسی برای حسابات در آسیای مرکزی. در تاجیکستان پای افزالی یگانه مکتبی را وارد می نمایند. هیئت نظامی دادگاه عالی روسیه سنه 23 ایول شکایت درخواستی شهروندی تاجیکستان ذکرالله خان رحمان خوجایف را که دو مرتبه در سال 2014 و 2018 طبق پرونده های جنایی بافته شده با ماده 282.2 قسم 2، ماده 30 قسم 1، ماده 278 قسم 1، ماده 222 و اینچنین ماده 255 قسم 2 محکوم شده است دیده برآمد. دادگاه تصمیم گرفت که حکم نسبت شهروند تاجیکستان به تغییر باقی گذاشته شود. پدر سه فرزند رحمان خوجایف سال 2012 در شهر مسکو از طرف کارمندان فسب با عیب اشتراک کردن در جماعت اسلامی سیاسی بین الحقوقی حزب تحریر دستگیر شده. سپس در سال 2014 دادگاه شهروند تاجیکستان را به مهلت 7 سال در کلونی نظامش سخت محکوم نمود. در سال 2018 نسبت رحمان خوجایف ادای جزا نموده استاده، کارمندان فسب پرونده جنایی نوی بافته شده با ماده 255 قسم 2 کدکس جنایی فدراسیون روسیه ایلاوه نمودند. دادگاه به مهلت کهنه باز مهلت نو را ایلاوه کرده، همگی 14 سال و 6 ماه در کلونی نظامش مخصوص محکوم نمود. خبرنگاری خبرها با حمایتگری معروف شهری مسکو بهرام همرایف که در سود همچون حمایتگری رحمان خوجایف اشتراک کرده است به تماس برآمد. در درخواست خود ذکرالله طلب نمود که پرونده جنایی بسته شود و برای از نو دیده برآمدن ارسال گردد. این موقع سیاسی است. ذکرالله خیلی زنده دل می نمود، به تمام مسلمان ها سلام رسانید و مسلمانان را دعوت نمود که رسمان الله را چنگ بزنند و استوار باشند. اینچنین ذکرالله از مسلمانان درخواست نمود که به حق او دعاگوی باشند. بگذار در حالت وزنین قرار داشته باشد هم او مسلمانان را در دعاهای خود ذکر می کند. ذکرالله رحمان خوجایف اظهار داشت که از مفتش و از سود کننده منظرت نخواست، زیرا او خود را بی‌گناه می حسابد. او باز گفت اگر بخواهید باز مهلت ایلاوه نماید من نمی ترسم. سخنهای ذکرالله را بهرام همرایف می آورد. یادرس میکنیم که رحمان خوجایف از طرف اکثریت تشکیلات های حمایتگران حقوق از جمله تشکیلات حمایتگری حقوق مموریال محبوس سیاسی اعتراف گردیده است. مقامات آماری تاجیکستان شماره سیاحانی به کشور وارد شدگان را دقیق نمود. چطوری که از یا پلوس می نویسد حساباتی در بالا آورده شده از حساباتی که از طرف کمیته عیدی رشد سیاحی نزد حکومت تاجیکستان اعلان کرده شده ده ها برابر کم می باشد. طبق معلومات مقامات آمار تاجیکستان در نیم سال اول سال جاری به کشور 604 از 2 هزار نفر شهروندان خارجی وارد شدند. از آن 524 از 8 هزار نفر با مقصد شخصی از جمله کارمندان تشکیلات های بین الخلقی، سابق شهروندان تاجیکستان و غیره. شماره سیاحان باشد همگی 23 و از 7 هزار نفر را تشکیل نمود. جالب دقت در آن است که رئیس کمیته عید رشد سیاحی نومان عبدالغفارزاده در برآمد خود نزد نمایندگان پلاته پایینی پارلمان در آخر ماه اپریل سال جاری در حسابات آورده خود رقم ها را زیاد نشان نموده گفت در طول سه ماه سال 2019 به کشور 215 هزار سیاحان نظر به همین دوره سال 2017 یک برابر زیاد وارد شدند. این بیماری درو درازی همه مقامات های نه تنها تاجیکستان بلکه تمامی کشورهای آسیای مرکزی می باشد. یرگه کلشمدن مقصد خدا خلاصه کمالرنده من ایت تایمدن بازار کنو من من خاطم گه تفشو بیادم. مثلا حدیثه های ماهی مایی ولایت اندیجانی ازبکستان پیش از تشریفی رئیس جمهور مرزیایف به منطقه حکومت محلی کارمندان یکی از فابریکا را به کاتج های نو مسکون نمودند
گویا از طرف دولت به آنها همچون کمبیزاتان منزل زیست جدا شده است، ولی پس از رفتن میرزیایف عیان شد که این کار برای حسابات کرده شده است و تمام مسکون شدگان را از کاتج های نو بیرون کردند. حاضر ده بزگی بو کاتج لرده بیرشمه ده ایگه سبارلگی نایت شیبده. این چونین در نزدیکی به خبرنگارانی خرانیک ترکمنستان در خصوصی اضافه نویسی حسابات جمع آوری گندم معلوم گردید. در آخرهای ماه ایون وسایت اخبار عامه رسمی آیدی جمع آوری زیاد از 1,600,000 تن گندم اعلان نمودند که طبق نقشه دولت چنین مقدار باید جمع آوری کرده شد، ولی منبعها به خبرنگاران مستقل خبر دادند که در اصل سروزیر به دستگاه رئیس جمهور آیدی جمع آوری در خصوصی 845,000 تن غله معلومات داد. وزیر معارف و علمی تاجیکستان نوریدین سعید به خبرنگاران آیدی نقشه مقامات که برای استحصال پایافزالی کودکانش شروع میکند اطلاع داد. مؤسسه استحصالاتی در نزدیک کالج تکنیکی کشور فعالیت خواهد کرد. نوریدین سعید ضرورت فابریکا را با طلبات طلبگان دلیل نک نمود. تصور کنید که غیر از دانشجویان 2,000,000 طلبه هست. اگر هر یک طلبه طبق موسم 3 جفت پایافزال بپوشد، از 8,000,000 زیاد پایافزال لازم میگردد، گفت او. غیر از این به عقیده وزیر، فابریکای نو میتواند از خارج ورود شوی پایافزال را جایگزین نماید. ما درست قرار نمودیم، به این اقدام صاحبکارانی وطنی هم جلب کرده شدند. در نوبتی خود این هم جایهای کاری، استحصالات وطنی، دستگیری صاحبکاران و فایده به بودجه کشور، اینچنین با مقصد جایگزین نمودن ورود استحصالات از خارج کرده می شود، ابراز نمود وزیر. در نوبت استاد است روچکا، قلم، خط کورکنک، جدول، کلی، بعضن قلمی رنگا. باید قید نمود که در تاجیکستان لباسی یگانه مکتبی وجود ندارد، ولی طلبگان طول سالهای دراز طبق استاندارد وزارت معارف و علمی تاجیکستان گذاشته شده لباس می پوشند. طبق طلبات ماموریت تحصیلاتگاه های میانه، والدین مجبور است که لباس های مکتبی را از استحصال کنندگان وطنی که ماموریت مکتب به آن دلالت نموده است خریداری نماید. ضمن نرخ لباس های مکتبی از نرخ بازار دیده گرانتر می باشد. 250 تومان میفروشه. مشاهدان قید میکنند که من بعد والدین طلبگان مجبورند که نه تنها لباسی بالایی بلکه پایافزال را نیز از استحصال کنندگان وطنی احتمال است با نرخ گران خریداری نمایند. اپارات ціна теж включається в этот обув і так далі. Це буде подорожче, нам будет не вигідно.